FATF چیست؟ FATF یعنی کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم. این نهاد در سال 1989 با ابتکاری به منظور مبارزه با پولشویی تأسیس شد. در سال 2001 دامنه فعالیت آن به تأمین مالی تروریسم و در سال 2008 به تأمین مالی سلاح‌های کشتار جمعی گسترش یافت. FATF کشورها را در سه دسته طبقه بندی می کند. 1. کشورهای منطبق با معیارهای این نهاد. 2. کشورهای در حال پیشرفت به سمت این معیارها. 3. کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم. رژیم آخوندی و FATF. رژیم از سال 2010 در لیست سیاه قرار گرفت. در این حالت تمامی روابط بانکی و مالی جهان با رژیم قطع می شد. اما با امضای برجام، FATF رژیم را وارد لیست خاکستری کرد، یعنی در لیست تهدید برد، اما اقدامات علیه آن معلق شد. FATF به رژیم مهلت داد تا 4 قانون این نهاد را در مجلس خود تصویب کند. اگر نه، اقدامات عملی لیست سیاه علیه رژیم اجرایی می شود. تا کنون FATF 2 بار مهلت به نظام را تمدید کرده است. 27 بهمن 97 سرآمد نهایی اعلام شد. چرا آخوندها تا کنون این لوایح را تصویب نکردند؟ رژیم چه تصویب بکند چه نکند، هر کدام از دو مسیر برایش پیامدهای خرد کننده ای دارد. پیامدهای تصویب لوایح FATF عبارتند از 1. رژیم نمیتواند برای مزدورانش در منطقه پول بفرستد. 2. چپاول‌هایش زیر ذره‌بین جهانی قرار می‌گیرد. 3. امکان دور زدن تحریم‌ها از بین می‌رود. پیامدهای عدم تصویب لوایح FATF شامل موارد زیر می‌شود. 1. قطع ارتباط مالی با جهان. 2. از دست دادن همه میزان از حمایت اروپا. 3. قطع حمایت عملی چین و روسیه از نظام. حاصل این بن‌بست یعنی جنگ شدید باندی. باند روحانی خواهان تصویب لوایح FATF است. باند دلواپسان خواهان عدم تصویب آن است. خامنه ای در این بن‌بست گیر کرده و مواضع سردرگم می‌گیرد.